علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای مصلح، سپاس از همراهیتون. در این بیانیه اشاره کردن که حکومت یک ساله که در سطح بسیار شدید و گسترده داره سینماگران رو سرکوب میکنه و از یک خفقان صحبت به میون اومده. این سرکوب‌ها میشه بیشتر توضیح بدین در چه زمینه‌هایی بوده؟ ببینید، این سرکوب و خفقانی که میگید به مدت 4 دهه ادامه داشته. یعنی سینما و اساساً فرهنگ و هنر در ایران یک ماهیت دولتی داره، همه چیز با سانسور و نظارت دولت منتشر میشه، حتی تولید میشه. در حوزه سینما ما 2 بار صدور مجوز داریم، یک بار فیلمنامه رو میخونن، مجوز ساخت صادر میکنن، یک بار وقتی آثار آماده نمایش میشه بازبینی میکنن، مجوز نمایش صادر میکنن. این وجود داشته، ولی در طول یک سال اخیر به دلیل همراهی سینماگران با این جنبش زن زندگی آزادی، به خصوص سینماگران زن که از همون روزهای ابتدایی مثل در واقع زنان و دختران ایرانی روسری‌های خود رو سوزوندن، اینها حجاب اجباری رو کنار گذاشتن و دامنش تا همین هفته‌های اخیر ادامه داره. به همین دلیله که این فشارها مضاعف شده. یعنی یک بخش ماجرا احضار، بازداشت و صدور حکم برای این سینماگران بوده که به شکل علنی با حجاب اجباری مخالفت کردن. یک سمت دیگه ماجرا مثلا صدور حکم به دلیل ساخت فیلمی که نمونه‌اش رو دیروز برای سعید روستایی دیدیم، به دلیل اینکه یک فیلمی که با مجوز ساخت بوده رو ارائه داده به جشنواره فیلم کن، چون مثلا مجوز نمایش نداشته از طرف وزارت ارشاد، محکوم شده به 6 سال حبس. از طرف دیگه یک مسئله دیگه به وجود اومده به اسم در واقع جریان سینمای زیرزمینی که باز وجود داشته ولی در یک سال اخیر اوج گرفته و در واقع این شکلیه که الان فستیوال‌های مهم بین‌المللی دیگه فیلم‌های تولید شده در فضای رسمی و تحت نظارت و سانسور حکومت رو نمیپذیرن و این فیلم ها رو انتخاب میکنن برای بخش های رسمی و غیر رسمی خودشون. به همین دلیله که در واقع در هفته های اخیر ما شاهد بودیم که وزارت ارشاد و سازمان سینماییش در واقع در موضع گیری های سعی کرد که سینماگران خارج از ایران رو در برابر سینماگران داخل بذاره و بگه که این با تحریک در واقع سینماگران خارجی این فیلم ها داره داخل ایران ساخته میشه و این باعث توقیف این آثار میشه، باعث برخورد امنیتی با سینماگران مشارکت کننده در این آثار میشه. و همونطور که مثلا در سطح جامعه داره در مورد مسئله حجاب سعی میکنه کسبه و مغازه‌داران رو مقابل مردم بذاره، اینجا هم همین در واقع فرمول رو اجرا بکنه. این در این بیانیه‌ای که گفتید، یعنی کانون سینماگران مستقل، این قسمت ماجرا رو نشانه گرفته. علاوه بر اینها دقت کنیم که به سالگرد، همونطور که گفتن در بیانیه، در واقع این جنبش نزدیک میشیم و سینما یکی از نمادهاشه. من فکر میکنم حداقل وقتی این 2 نکته رو در نظر بگیریم کنار هم، میشه گفتش که این اصلا خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست و اون جریان سینمای مستقل واقعی که دیگه سانسور، حجاب اجباری و از این قبیل رو نمیپذیره در ایران در این 10-11 ماه به شدت تقویت شده و در دنیا هم در واقع پذیرفته شده و آثارش داره به نمایش در میاد. نمونهش هم جایزه بود که یکی از این فیلم‌ها در جشنواره لوکارنو برد، یوز پلنگ طلایی بهترین فیلم رو. آقای مصلح، در کل نقش سینماگران رو در خیزش انقلابی مردم چطور ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، این یک غافلگیری بزرگی رخ داد سال گذشته. گفتم از همون روزهای اول بازیگران سرشناس اومدن حجاب اجباری رو بعد از 4 دهه گذاشتن کنار. امسال دیدیم با بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شدن و از طرف دیگه بجز مسئله موضع‌گیری در برابر حجاب، اتفاقاتی که در جریان اعتراض‌ها افتاد، سرکوب شدید، کشتن مردم، اینها در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که سینماگران در واکنش به این اتفاقات در واقع موضع‌گیری کردن. در اینستاگرام، در توییتر تعدادشون دست به مهاجرت زدن، خارج از ایران شروع کردن موضع‌گیری کردن و ناگهان در واقع سینماگران شناخته شده یا اون چیزی که حکومت بهشون سلبریتی ها میگه و الان داره به مدت 10-11 ماه به حالت تحقیر یاد میکنه ازشون، به دلیل
دلیل اینکه ناگهان نزدیک شدن به مردم و اون شکافی که بین خودشون و مردم بود رو پر کردن، این به شدت عصبانی کرده. برای همین میریم مثلا در لایحه موسوم به عفاف و حجاب هم بخشهایی اصلا اختصاص داره به این افراد مشهور و در موضع‌گیری مقامات جمهوری اسلامی. ببینید خبر بد براشون در این حوزه اینه که اون شکافه پر شده، کاری که جمهوری اسلامی به عمد کرده بود با پرداخت دستمزدهای کلان، با ورود نهادهای امنیتی، نظامی و حکومتی به عرصه سینما و نمایش خانگی. ولی کل این جنبش زن زندگی آزادی به نظر من تونست این شکاف رو پر کنه و هنرمندان رو نشون بده که در جبهه مردم قرار گرفتن و این عصبانیت که در شکل‌های مختلفی بروز می‌کنه از طرف جمهوری اسلامی ناشی از همین مسئله است. ممنون از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول.